Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? باران کوثری همراه هستیم برای اکران فیلمی که برایش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره را گرفته. من فیلمنامه رو که خوندم به نظرم از اون نقشایی اومد که واقعا کمتر پیش میاد گیر بازیگر بیاد و سخت در واقع از این نقشا میشه پیدا کرد. به نظرم نقشای یکم در واقع یک نواخ شدن، یکسان شدن، به هر بازیگری همون جنس نقشای پیشنهاد میشه که قبلا توش موفق بوده. برای همین این پیشنهاد حاتف علی مردانی هم بار مسئولیت سنگینی بود رو دوش من، هم در واقع خیلی خیلی هیجان انگیز بود. من با کمال میل طبیعتاً پذیرفتم، ایده های خودم داشتم که به نقش اضافه کردیم، چون خوشبختانه حاتف بر اساس آدم های واقعی، بر اساس خانواده واقعی این فیلمنامه رو نوشته بود، میتونستیم با اون آدم ها در واقع ارتباط برقرار کنیم، حرف بزنیم که به نقشامون نزدیکتر بشیم. اما طبقه اجتماعی که هاتف تو فیلمنامه تعریف کرده بود فرق میکرد با طبقه اجتماعی اون خانواده. بنابراین به جز در واقع حرف زدن و معاشرت با اون خانواده، باید طبقه اجتماعی رو هم پیدا میکردیم. پشت دهات ما یه دشتی بود، بهار که میشد پر میشد از گلای شقایق. 8-9 سالم بود، بابام دستمو گرفت آور شهر شدم شاگرد کفاش. دیگه هیچ وقت بهار اون دشت رو ندیدم، فقط کار کردم، دلم قرص بود، پشتم به هم گرم. در اونجا رو بدم بابا، مغزت اومد تو دهنه. حالا مشکوکم مشکوکم به تو، آخه نمیدونم با کی هستی تو. بدم میادم شک میکنی؟ درگشتم با آمویتی صحبت قرآن راجع به این ماجرا حرف بزنی شیرم و حلالت. یعنی شما مشکلت به نصیبه چیه؟ قرآن این نفعه به بابت میگم دعوه سر شما سر. یه اون هرچه گفتی گفتیم چشم، یه کلمه رو حرفت حرف نزدیم، تو گفتی ما سرمون انداختیم پایین، این دفعه دیگه نمیذارم. بری دیگه بر نگرد انشالله. چون موبایل تو سایلنت میکنم. آخه بابا چون خونه بودم تو میخواستی سایلنت بزنی جلو مامانم، اینا زایه. این پسره کی بود؟ آبرموی جلو در همسایه بود. برای چی آبرتو بردم؟ برای چی میتونه زندگی خودم به کسی ربطی نداره؟ الو آتش نشانی. سالهای اخیر توی سینما خب قبلا تجربیات متفاوتی هم داشتین، اما الان به نظر میاد بیشتر سینمای اجتماعی با همون نگاهی که به آسیب‌های اجتماعی به خصوص توی قشرهای حالا آسیب پذیرتر داره، حالا تو عصبانی نیستم، توی لانتوری، توی فیلم آقای علی مردانی، هر کدوم به یه شکلی و حتی توی هفت ماهگی فیلم جدیدی که امسال داشتیم، این دغدغه سینمای اجتماعی موروثی به شما رسیده یا الان فیلمنامه‌های خوب به شما توی این حوزه میرسه؟ طبیعتاً موروثی بوده. من در خانواده بزرگ شدم که دغدغه‌های اجتماعی داشتن همیشه، و در واقع من با این دغدغه‌ها بزرگ شدم، برای همین این دغدغه‌ها بخشی از شخصیت منن. فکر می‌کنم خب تو چند سال اخیر فیلم‌های اجتماعی فیلم‌های مهمتری شدن، یعنی به واسطه در واقع مسائل اجتماعی که تو اون 8 سال هممون تجربه کردیم، حرف زدن راجبشون بعدن که فضا بازتر شد، چون آسان‌تر شد، برای خود من یک مسئولیتی بود که راجب اون معضلات و اون مشکلاتی که تو اون 8 سال داشتیم حرف بزنیم، که بتونیم آسیب شناسی کنیم که دوباره به اون زمان بر نگردیم. طبیعتاً فیلم‌های اجتماعی در این دوره فیلم‌های مهمتری هستن، اما من همیشه فیلم‌های اجتماعی در واقع دغدغه‌ام بوده. اون موقعم که فیلم‌های دیگه کار می‌کردم، فیلم‌های اجتماعی هم کنارش کار می‌کردم. الانم اگر واقعاً تو حوزه‌های دیگه فیلمی باشه که در واقع جذبم کنه، حتماً کار می‌کنه. یک نکته دیگه که می‌خواستم داشتم با هم حرف بزنیم اینه که خب پارسال برای این نقش کاندید شدین و جایزه گرفتین. می‌خوام بدونم صادقانه امسال هم انتظار داشتین برای دومین همکاریتون هم کاندید بشین، یعنی حداقل کاندید بشین، چون نقشی بود که خیلی در مورد بهش امید بسته بودند، ولی خب طبیعتاً کنه ما بعد امید می‌بستیم. آقای لشکری که تهیه کننده هم هستن، فکر یعنی یادم وقتی فیلمو تو دفترشون می‌دیدیم می‌گفتن که احتمالاً نقشی که خیلی دیده میشه. ولی می‌خوام احساس خودتون چی بودش؟ دوست داشتین؟ هیچ سالی به هیچ نقشی نه امید برای در واقع نامزدی جایزه میبندم، نه امید به جایزه، برای اینکه فکر میکنم نگرفتن جایزه نباید آدمو ناراحت کنه، ولی گرفتنش باید خوشحال کنه. برای همین در واقع هیچ امیدی به هیچ نقشی نمیبندم، برای اینکه در واقع اگر جایزه اتفاق افتاد یا نامزدی سورپرایز شم.
اما واقعیت اینه که این هیچی از انگیزه من کم نمیکنه. من همه نقشامو با انگیزه‌ای بالاتر از انگیزه گرفتن سیمرغ بازی میکنم. فکر میکنم یک مسئولیته، فکر میکنم اصلا یک نقشه که یک بار برای آدم پیش میاد به جاش زندگی کنه و این تجربه رو نباید از دست بده. در خدمت آقای قفاری هستیم که از بازیگرای اصلی فیلم کوچه بینام بودن. سلام عرض میکنم. سلام علیکم، احوال شما؟ شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. آقای قفاری، فکر میکنم که یه جور در واقع وسواسی رو توی انتخاب ها از شما میبینیم، یعنی به نظر میاد نقش هر چقدر کوتاه یا بلند فرق نمی‌کنه، شما یه دقتی توی انتخاباتون داریم و یه تمایلی به کارهای اجتماعی. کوچه بینام رو به ما بگین که در واقع پروسه انتخاب کوچه بینام شما برای کوچه بینام و کوچه بینام برای شما به چه شکلی بوده؟ اینکه وسواس دارم خب طبیعیه، نه که طبیعی باشه، خب سعی میکنم اون فیلمنامه‌ای رو که من رو خیلی خوشحال میکنه به عنوان یک بازیگر رو انتخاب بکنم، چون وقتی فکر من خوشحال باشم حداقل بعدم خیالم راحته که پای کارم وایستادن. چه فیلمنامه شما رو به عنوان بازیگر خوشحال میکنه؟ دقیقاً فیلمایی که توی این سالا انتخاب کردم و کارشون کردم، البته خیلی فیلمای دیگه‌ای که ساخته شده و من توشون حضور نداشتم، برای همین نمیتونم خیلی مرز و معیاری براش بذارم. فیلمی که بدونم نتیجهش خوب میشه. من الان واقعا خوشحالم که فیلم کوچه بینام اکران شده. فیلم کوچه بینام نقش کوتاه‌تری من داشتم، یعنی یک نقش جالب، نقش تنبلی و نقش اصلیه که کوتاهه، ولی کل فیلم راجع به این پسره و زحمتش همه این بازیگرای عزیزی که بی‌نظیر بازی کردن کشیدن. روزی که بهم این فیلم پیشنهاد شدش فیلمنامه‌شو خوندم، خیلی هم لذت بخش بود. فکر می‌کنم هر بازیگری یا حداقل من به عنوان یک بازیگر همیشه آرزوم بود و خدا شکر که اتفاق افتاد که یک بار تو کارنامه کاریم یه همچین نقشی رو داشته باشه. اکران فیلم در واقع همزمان شده با شب‌های سال نو، ماه اسفند و خرید و بدو بدوی مردم، بعد هم که در واقع رقبای قدر اکران عید میان. فکر میکنیم با همه این اوصاف چقدر فیلم شانس دیده شدن داره؟ شما به عنوان بازیگر فیلم نظرتون چیه؟ ببینیم، فیلم خیلی خوبیه. من متاسفانه پارسال زمان جشنواره سفر بودم، فیلمو ندیده بودم، سه شب پیش تازه فیلمو دیدم. فوق‌العاده به عنوان بیننده خودم لذت بردم، همونطور که توی این زمانی که اینقدر هر سال اسفند ماه زمان مرده ای و اکرانای خیلی مردم کمتر استقبال میکنن از رفتن به سینما، الان نزدیک 700 میلیون تومان توی 10 روز یا 11 روز این فیلم فروخته که خدا رو شکر که حداقل اینقدر تماشاچی داشته. تمام. باز هنگ کرد. شاد دارم. اینا خب چرا اونجا؟ میام تا آخر. یه ما دیگه. الو. میگم دیگه یه تا ما دیگه میام. دو روز بعدش دوباره میام. برگشتم با عمومیتی صحبت میکنم. نصیبه. ارواح خاک هیدر، من اون نمک این خونه رو خوندم. بخوای از این کار بکنی جلو برازم جمع میکنم. آخه چه ربطی داره مادر من؟ بعدش هم شما که نمیتونی واسه من تصمیم بگیری. کی باز بر تو تصمیم میگیره؟ من تصمیم میگیرم دیگه. من برگردم با اون مهدی حرف میزنم. تو بیخود میکنی حمید؟ شما برگردی ما جمع میکنیم میریم از اینجا. سال پیش روی سن که رفتین که در واقع جایزتون رو بگیرین، یه سخنرانی کردین که خود من شخصا خیلی تحت تاثیر قرار داد. خیلی از پدر مادرتون تشکر کردین بابت همه شیطنت ها، گفتین من شاید یه وقتای اعصابم خورد باشه یا همه اینو اصلاح کردین. میخوندم امسال الان اگر دوباره بخواین باهاشون صحبت کنین چه حرفی بهشون میزنین؟ من تا ابد هر جایزه بگیرم تقدیم میکنم به پدر مادرم، چون فکر میکنم هر چی دارم از اوناست، نه به واسطه اینکه سینماگرم، به واسطه اینکه به نظر من بهترین پدر مادر دنیان. اون حرف ها هم در واقع درباره شرایط خاصی بود که من در دو سال داشتم و از پدر مادرم تشکر کردم که تو اون شرایط خاص تو اون دو سال تحملم کرد.
شاید یه مقدار سوال کلیشه‌ای باشه، ولی خب معمولا بر همه ما جذابه که بدونیم یک فیلم موفق چه پروسه‌ای رو طی کرده. دلم میخواد اگر که واقعا هر چه جالبی که توی مراحل تولید داشتین، توی موقع فیلم برداری داشتین، هر خاطره‌ای که برای خودتون شیرین بوده و فکر میکنین برای مخاطب ما هم در واقع دونستنش میتونه جالب باشه، با ما در میون بذارین. درستش کل پروسه فیلم برداری پروسه شیرینی بود، برای اینکه واقعا ما مثل یه خانواده طبقه در واقع بالا روی پشت بوم میشستیم، با هم شام میخوردیم، با هم نهار میخوردیم، با هم زندگی میکردیم. و فکر میکنم اگر این صمیمیت در واقع چه بین گروه بازیگری و چه بین گروه پشت صحنه، محمود خورسند و محمود کلاری، همه بین همه وجود نداشت، این فضای گرمی که تو فیلم الان وجود داره شکل نمیگرفت. من به شدت معتقدم که انرژی پشت صحنه روی فیلمم تاثیر میذاره. در واقع چه مدتی طول کشید فیلم برداری کار؟ نزدیک 50 روز. دو ماه تحقیق و 50 روز فیلم برداری، حدود 3-4 ماه. دقیقاً از 4 ماه تقریبا ما هم با هم زندگی می‌کردیم. و در انتها می‌خوام بدونم که در واقع اگر بخواید این فیلم رو به مردم معرفی کنین و بگیم برای چی باید اون رو ببینن، برای چی اگر ببینن ازش لذت می‌برن، اون جملات چی می‌تونه؟ این فیلم به نظرم فیلم طبقه‌ایه و فیلم آدم‌هایی که کمتر دیده شده در سینما. یعنی به مردم قول میدم که چیزی که در این فیلم می‌بینن رو در فیلم دیگه ندیدن هنوز.